افشار، نمایندگان علی خامنه‌ای در استان‌های مختلف امروز در یک اقدام هماهنگ از تریبون نماز جمعه استفاده کردند تا حملات شنبه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را بی اهمیت نشون بدند. اونها همچنین اسرائیل را تهدید به حمله کردند و گفتند که حکومت پاسخ حمله اسرائیل را قطعا خواهد داد. جهانگیر انصاری معاون سازمان بسیج امروز جمعه گفت هر تیری که اسرائیل و آمریکا به سوی نظام اسلامی میندازند پاسخ قطعی دریافت خواهند کرد. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و علی فدوی جانشین او هم پنجشنبه تهدید کردند که جمهوری اسلامی به حملات اسرائیل پاسخ قطعی و غیر قابل تصور خواهد داد. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه‌ای هم تهدید کرده پاسخ حکومت ایران به حمله اسرائیل به گفته او سخت و پشیمان کننده خواهد بود. علی لاریجانی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که جمهوری اسلامی مایل به درگیری نیست، اما از منافع خودش دفاع میکنه. علی لاریجانی همچنین مسئله نفوذ اسرائیل در میان حکومت ایران رو جدی توصیف کرده. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی پنجشنبه گزارش داد که علی خامنه‌ای پس از ارزیابی خسارات حمله بامداد شنبه اسرائیل به شورای عالی امنیت ملی دستور داده که برای حمله به اسرائیل آماده بشن. به گزارش نیویورک تایمز فرماندهان نظامی در حال بررسی اهداف این حمله هستند، اما به احتمال زیاد این حمله پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتفاق میفته، چون به گزارش نیویورک تایمز جمهوری اسلامی معتقده که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه به نفع دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه تمام میشه. از سوی دیگه وبسایت آکسیوس گزارش داده که اسرائیل پس از بررسی‌های اطلاعاتی معتقده که جمهوری اسلامی به احتمال زیاد در روزهای آینده و از عراق به اسرائیل حمله میکنه. آکسیوس نوشته این حمله پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و با استفاده از تعداد زیادی موشک و پهپاد به واسطه گروه‌های شبه نظامی عراقی انجام میشه. تلویزیون CNN هم گزارش داده که اسرائیل برای حمله احتمالی جمهوری اسلامی در سطح بالایی از آمادگی قرار گرفته. در همین رابطه مقاومت اسلامی در عراق که ائتلافی است از گروه‌های شبه نظامی مدعی شده که در 24 ساعت گذشته 6 بار به اسرائیل حمله پهپادی کرده. با این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که دولت عراق تلاش می‌کنه تا وارد این درگیری منطقه‌ای بین جمهوری اسلامی و اسرائیل نشه. به گزارش رویترز محمد شیا السودانی در چند روز گذشته تلاش کرده که جمهوری اسلامی و شبه نظامیان نیابتی‌اش در عراق رو از حمله به اسرائیل منصرف کنه، اما تاکنون موفق نبوده. رویترز سفر دو مقام ارشد امنیتی عراق به ایران رو در همین رابطه تایید کرده. با این حال گزارش داده که کتایب حزب الله و جنبش النجبا، دو گروه شبه نظامی عراقی، به نخست وزیر این کشور هشدار دادند که برای توقف حملات به اسرائیل به اونها فشار نیاره. همزمان گزارش‌های تایید نشده منتشر شده که گویا فالح فیاض رئیس هشت الشعبی به تهران سفر کرده و با اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار کرده. افشار؟